اگر این فناوری ها قادر نباشند جان انسان ها را نجات دهند، پس هیچ ارزشی ندارند. خوشبختانه کارهایی وجود دارد که همیشه مبتکران آن را انجام می دهند. ما در این ویدیو به معرفی نوآورانه ترین تجهیزات آتش نشانی که به آتش نشانان کمک می کند تا از آتش سوزی های سرگردان جلوگیری کنند می پردازیم. از توپ های ضد آتش گرفته تا شیرهای آتش نشانی اصلاح شده. اگر دوست دارید این ابزارهای آتش نشانی را در عمل ببینید، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و با لایک کردن ویدیو از ما حمایت کنید. شماره 1، آتش نشانان روباتیک. آتش نشانهای روباتیک جایگزین خوبی برای آتش نشانهای انسانی هستند. آنها می توانند آتش را در شرایط نامطلوب کاهش دهند و شرایط خطرناک را به درستی هدایت کنند. هر یک از این ربات‌های مستحکم با استفاده از یک کنترل کننده از راه دور کنترل می شوند. آتش نشانان برای مقابله بهتر از وضعیت آتش سوزی با دوربینی که در روی این ربات وصل است می توانند محیط اطراف ربات را به خوبی مشاهده کنند. شماره 2، شیر آتش نشانی اسپارت. اسپارتان نژاد جدیدی از شیرهای آتش نشانی است که کیفیت شیرهای آتش نشانی سنتی را بهبود می بخشد و بر محدودیت‌های آن غلبه می کند. طراحی آن به گونه است که هیچ کس نمی تواند آن را برای سرقت آب باز کند و تنها با استفاده از ابزار خاصی که آتش نشانها به آن دسترسی دارند می توانند آن را باز کنند. این ابزار می تواند به عنوان یک احرام در جای خود قفل شود و به شما امکان می دهد جریان آب را کم و زیاد کنید. علاوه بر این شیر آتش نشانی ضد زنگ و ضد نشتی است و در مقایسه با شیرهای آتش نشانی معمولی به تعمیر و نگهداری کمتری نیاز دارد. شماره 3، سیستم اطفاء حریق فو. خاموش کردن آتش همیشه با آب انجام می شود، اما این کار با فوم متفاوت است. سیستم اطفاء حریق فوم با استفاده از ترکیبی از فوم و آب برای خاموش کردن آتش‌های بزرگ استفاده می‌شود. این سیستم از نوع خاصی از عامل شیمیایی استفاده می‌کند که شعله‌های سرگردان را با خنک کردن آنها و جدا کردن منبع آتش از محیط اطراف خاموش می‌کند. این نوع تجهیزات اطفای حریق را می توان حتی بر روی سقف اتاق نصب کرد. شماره 4، توپ اطفای حریق. یکی دیگر از روش های منحصر به فرد برای مبارزه با آتش سوزی های خطرناک استفاده از یک توپ شیمیایی به نام توپ اطفای حریق ایلید است. برای استفاده از این شما باید به سادگی هدفگیری کنید و توپ را در نقطه آتش پرتاب کنید. به محض انجام این کار توپ صدای آژیر مانندی منتشر می کند و سپس مواد شیمیایی را آزاد می کند که این مواد شیمیایی نمک و آب تولید می کنند تا به سرعت آتش را خاموش کنند. شماره 5، اسلحه آتش نشانی. اسلحه آتش نشانی ایفکس ایمپولس یک کپسول آتش نشانی قدرتمند است که آب یا مخلوطی از آب و کف را آزاد می کند تا آتش‌های کوچک یا بزرگ را مهار کند. این تفنگ با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت آب و فوم را پرتاب می کند. سه نوع مختلف از این تفنگ آتش نشانی وجود دارد که اندازه و ویژگی‌های متفاوتی دارند. علاوه بر این تفنگ ها به صورت کوله پشتی یا چرخ دستی استفاده می شوند. شماره 6، پتوی آتش نشانی بریج هیل. هنگامی که ماشینی آتش می گیرد، بخارهای سمی متصاعد می کند و خطر بزرگی را به همراه دارد. پتوی آتش نشانی بریج هیل معمولاً برای مهار چنین حوادث آتش سوزی طراحی شده است. تنها کاری که آتش نشانها باید انجام دهند این است که خودروی در حال سوختن را با این پتو بپوشانند و اجازه دهند در مدت زمانی حدود 20 دقیقه روی ماشین بماند. نه تنها آتش را خاموش می کند، بلکه از انتشار دود مضر نیز جلوگیری می کند.
این یک محصول کم تعمیر، قابل حمل و با دوام است که می تواند تا 30 آتش سوزی دوام بیاورد. شماره 7، پهپاد آتش نشان. پهپادها وسیله بسیار مفید هستند، زیرا به ما اجازه می دهند از راه دور به هدف برسیم. همانطور که مشاهده می کنید، می توان از آنها برای رسیدگی به موارد اضطراری آتش سوزی از راه دور نیز استفاده کرد. در اینجا شما پهپادی را می بینید که چگونه آتشی را مهار می کند. این گزینه اطفاء حریق می تواند یک تغییر بزرگ باشد، زیرا خطر جان آتش نشانان را در چنین حوادثی از بین می برد و هر یک از این راه حل های اطفاء حریق برای یک سناریوی خاص و شرایط خاص مناسب است. بنابراین مؤثرترین گزینه برای خاموش کردن آتش از یک مورد به مورد دیگر متفاوت است. آیا شما تا به حال این وسایل را از نزدیک دیده اید؟